هر کجا که کلام خداوند مشوق ما هست نسبت به هر موضوعی در زندگیمون، اتوبان نظم رو برای ما گذاشته، اتوبانی که توی زندگی ما چه در رابطه با شخص خودم، چه در رابطه با خانواده و چه در رابطه با خدمت من توی جامعه، خداوند از ما نظم رو میخواد. متاسفانه کلیساهای پنتیکاستی که خود ما هم هستیم، پنتیکاستی نه پروتستان، کلیساهای پروتستان که خود ما نیز به عنوان کلیساهای پروتستان هستیم، اون نظم و اون مقررات درست رو که در کلیساهای سنتی هست در کلیساهای ما نیست. و علتش این هست، وقتی که ما در کلیسا تعلیم میدیم، ما اهل اون شریعت مذهب نیستیم، تصور بر این میره که پس ما میتونیم بی انضباط هم باشیم، بی نظم هم باشیم، بی برنامه هم باشیم، بی مسئولیت هم باشیم. لذا هرگز هرگز خداوند در مسیر موقعیت درآمد و کسب علم و دانش نمیخواد که ما بی برنامه و بی نظم باشیم. پس لازم هست برای اینکه ثروتمند هم بشیم و این ثروت ما در مسیر درست قرار بگیره، اون رو بیاموزیم. کلاس های بسیاری هست، حتی خیلی از عزیزان در جمع شما هستن که این آگاهی و این اطلاعات رو دارن و حتی کلاس هایی رفتن که چگونه بتونن شرایط مالی خودشون رو خوب کنن. و وقتی که این رو یاد گرفتن از من خواستن میشه کلاسی بذارید من این صحبت ها رو بکنم، چون دارم میبینم که خیلی از عزیزان ما با درآمدهای بالا نگذشته از این که نمیتوانند ده یک بدن و کمک بکنند، بلکه مدام کم میارن. و این کلاس ها بسیار هست، حتی روی اینترنت هم شما میتونید اینها رو یافت کنید و چیزی نیستش که دور از کلام خدا باشه وقتی که به ما یک هدف درست رو میده. باز در امثال 28:20 میخونیم، اعلام میکنه اشخاص درستکار کامیاب میشوند، یعنی مسیر درست در رابطه با ثروت اندوزی، ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله میکنن بی سزا نمیمانند. و امیدوارم به کسی بر نخوره، به طور خاص ماهایی که از ایران اومدیم شاید با چنین انگیزه هایی هم اومدیم به خاطر شرایط بد اقتصادی که در ایران هست و عدم مدیریت مسئولین ما در کشور ایران، میبینیم که اختلاف طبقاتی بسیار شده. حتی بین دوتا برادر، برادری سالها پیش شرایط ایجاد میشه میره ژاپن، وقتی میره ژاپن پول آنچنانی میاره، یه خونه میخره، دوتا ماشین میخره، بعد از چند سال همه اینا چند برابر میشه. میبینیم از نظر شرایط مالی بین دوتا برادر چقدر اختلاف هست. حالا این برادر میخواد حرکتی رو انجام بده، میبینه همیشه در برابر اون یکی برادر چه احساس بدی داره، که مسلما بین ایرانی ها این مرام خوب هست که دستای همدیگر رو میگیرن، برادران دستای همدیگر رو میگیرن در ایران. اما اگه چنین اتفاقی نیفته توی خود فامیل، بین خیشان، بین دوستان، ما میبینیم چه تبعیضی هست. و به خاطر همین خیلی از ایرانی ها حتی مهاجرت کردن، چون دیدن شرایط مناسبی در ایران نیستش که بتونن زندگی نرمالی داشته باشن. ولی وقتی که اومدن اینجا، که امیدوارم جزء اقلیت باشن اون افراد ایرانی، اینجا نیز فقط در صدد این هستن که بتوانن یک خودنمایی کنن، بتونن یه بیزینس خوب داشته باشن که بسیار خوبه، خونه خوب داشته باشن بسیار خوبه، محبوبیت خوبی داشته باشن بسیار خوبه. اما اگر فقط در این هدف باشن که بخوان پوز اونایی که اونور هستن بزنن، اینجا آسیب میخورن و عجله دارن، سریع میخوان، سریع. حتی بعضی امیدوارم سوء تفاهم نشه، حتی میان تو کلیسا، ما میدونیم که مشکل اقامت هم دارن، میشه من سریع اقامت بگیرم، من میخوام سریع یه مغازه بخرم، سریع میخوام پمپ بنزینامو بخرم، من سریع میخوام ازدواج کنم، سریع همش سریع، تون 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 تون. دنیای ما دنیای فست هستش، حتی این امنیت و آرامش از کلیسای مسیح گرفتن و فقط میخوان تون 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 کارا رو انجام بدن. ولی کلام خدا میگه این عجله رو نکن. نمیدونید چقدرشو که اینقدر با رنج و عذاب به دست میاری توی کشور غریب،
با این همه فشار چه مقدارش رو میتونی واقعا حفظ کنی. کلام خداوند ما رو تشویق میکنه تا آنجایی که میتوانید نه قرض بگیرید و نه قرض بدید. امروز بسیار از کلام خدا میخونیم چون میخوام یاد بگیریم چگونه مطابق کلام خداوند نگاهی داشته باشیم روی ثروت، روی دارایی. شاید تعجب بکنیم چرا کلام خدا میگه نباید قرض بدیم، نباید قرض بگیریم. کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که بخشنده باشیم. اگه میخوای قرض بدی بخشنده باش، و اگر میخوای قرضی رو بگیری بدون از چه کسی میگیری که منتی برای تو نباشه. اگر نتونستی بدی مبادا آسیب روحی و روانی نیز بخوری. کلیسای خود ما به مدیریت خود من بارها من چنین اشتباهی رو کردم و به خاطر این اشتباه هم توبه کردم. ما صندوق نیازمندان رو گذاشتیم، گفتیم هر کس که نیازی داره، حالا چه در ایران بود برای پناهندگان در دنیا و چه عزیزانی که گاهی اینجا نیازی داشتن، طبیعی هستش، خود منم چنین اتفاقی برام میتونست افتاده باشه. ولی زمانی که ما از صندوق نیازمندان پولی رو برداشتیم که اونجا پر نشد، کسی پرش نکرد. بنابراین به اشتباه که نه مطابق کلام خدا بود و نه قانون درست بود، ما اومدیم قرض دادیم. خیلی از عزیزان بودن وقتی قرض گرفتن حقیقتا برگردوندن، سپاسگزارم ازشون. ولی خیلی هم بودن که مبالغی که حقیقتا مبالغ بالایی بود و قابل توجه بود، متاسفانه اینا رو بر نگردوندن و آسیب به رویاهای کلیسا زدن و رفتن. وقتی نمیتونن بدن خب میرن دیگه، خجالت میکشه یا دلایل خودشو داره. یکیشون شنیدم به من گفته بود، از گفت پیغام داده بود که این 10-1 هم بود که من برداشتم رفتم. از این کارام با خدا میکنن نه با کلیسا. پس کلیسا نیز، حتی کلیسا نمیتونه قرض بده. این رو میگم که بدونیم توی بدن مسیح هستیم. مبادا چنین انتظارایی ما از کلیسای مسیح، نه قانونا ما میتونیم و نه اینکه بخوایم روی دلسوزی انجام بدیم. در کتاب امثال 22:7 میگه فقیر اسیر ثروتمند است و کسی که قرض میگیرد غلام قرض دهنده هستش. و به نوعی هم توی آمریکا همه ما از کردیدا بدهکار به کردیدا هستیم. نه شما هستید یا نه من هستم. بقیه روتون نمیشه دستتون بره بالا، نه؟ وضعاتون خیلی خوبه و به کلیسا کمک کنید اونا که وقتاشون خوب. بله، به نوع همه ما رو قرض گیرنده کردن. بازم عرض میکنم تعادل کتاب مقدس در رابطه با ثروت فقط برای احتیاجات و نیازها و لذت و خوشی و سلامتی و امنیت در این دنیا هست. یعنی هیچ اشکال نداره که ما ثروتمند بشیم، از زندگیمون لذت ببریم، ثروتمند بشیم، اون چیزی که دوست داری داشته باشی، ولی در مسیر درست، در یک هدفمندی درست ما بتونیم این قدم ها رو برداریم. خداوند ما رو نیافریده که ما ناخوش باشیم. باز در امثال 14:4 اعلام میکنه ثروت در هنگام مرگ هیچ فایده‌ای برای تو ندارد، ولی درستکاری موجب رستگاری تو خواهد شد. هم لذت در این دنیا و هم میتونی یک حساب خوب بانکی توی آسمان داشته باشی.